سرخط خبرها. یک عملیات پیچیده نیروهای جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود بالای قرارگاه استخبارات طالبان. مقام طالبان در قندوز: مسلمانان دیگر کشورها حسرت رژیم ما را می‌خورند. دانشجویان دانشگاه شیخ زاهد در خوس از عکاسی و فیلمبرداری منع شدند. ممنوعیت تصویربرداری در دانشگاه‌ها. وزیر تحصیلات عالی طالبان در نورستان به خبرنگاران اجازه تصویربرداری نداد. طالبان در تخار یک زن 55 ساله را به قتل رساندند. و جنگ بر سر بچه بازی، 3 جنگجوی طالبان کشته و زخمی شدند. با یاد خدا به مجموعه مهمی این کانال خوش آمدید. مقام طالبان در قندوز: مسلمانان دیگر کشورها حسرت رژیم ما را می‌خورند. مولوی محمد رحیم ذوالفقار، عامر و معاون فرماندهی امنیت طالبان در قندوز گفته است که مسلمانان سایر کشورها حسرت رژیم این گروه را می‌خورند، زیرا این رژیم تحت رهبری ملاها اداره می‌شود. این مقام طالبان روز یکشنبه 13 عقرب در جریان سخنرانی خود در هتل قندوز افزوده که رژیم آنان در میان کشورهای اسلامی پیشتاز است و بسیاری از مسلمانان با آن حسرت میبرند. وی خاطر نشان کرده است که در نظامهای دیگر مردم به دلیل وجود استبداد نمیتوانند صدای خود را بلند کنند. ذوالفقار همچنین گفته است با آنکه کشورهای اسلامی از لحاظ اقتصادی، نظامی و تکنولوژی پیشرفته امکانات زیاده دارند، اما اگر تمام دنیا را بگردیم نمیتوانیم چنین نظام پیدا کنیم که در رأس آن علمای دینی قرار داشته باشند و یک رهبر مشروع داشته باشد. این در حال است که پیشتر کشورهای اسلامی طالبان را متهم به ارجای سختگیرانه ترین نسخه شریعت اسلامی کرده و بسیاری از فرمانهای رهبری این گروه را خلاف شریعت خواندند. دانشجویان دانشگاه شیخ زاهد در خوس از عکاسی و فیلمبرداری منع شدند. منابع محلی در ولایت خوس میگویند که دانشجویان دانشگاه شیخ زاهد از عکاسی و فیلمبرداری منع شدند. منابع روز یکشنبه 13 عقرب به روزنامه 8 صبح گفتند که مسئولان این دانشگاه به دانشجویان هشدار دادند که در صورت سرپیچی از این دستور مجازات خواهند شد. به گفته منابع، این دستور به دانشجویان دانشکده خبرنگاری ابلاغ شده است. این در حال است که تصویربرداری از نشست‌های رسمی در دانشگاه‌های ولایت‌های غزنی و پروان نیز ممنوع شده است. ممنوعیت تصویربرداری در دانشگاه‌ها. وزیر تحصیلات عالی طالبان در نورستان به خبرنگاران اجازه تصویربرداری نداد. منابع محلی در ولایت نورستان می‌گویند که ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان، در سفرش به این ولایت اجازه تصویربرداری به خبرنگاران را نداده است. منابع روز یکشنبه 13 عقرب گفتند که ندیم روز گذشته به نورستان سفر کرده و خبرنگاران را از یک نشست برگزار شده در این ولایت بیرون کرده است. به گفته منابع، تنها خبرنگاران رسانه‌های صوتی اجازه تهیه گزارش از این نشست را دریافت کردند. این مقام طالبان پیش از این نیز مانع تصویربرداری خبرنگاران در ولایت خوس شده بود. گفتنی است که طالبان تصویربرداری را در دانشگاه‌های غزنی و پروان نیز ممنوع کردند. طالبان در تخار یک زن 55 ساله را به قتل رساندند. منابع محلی در تخار میگویند که یک زن 55 ساله در پی لد و کوب جنگجویان طالبان در ولسوالی در قطع تخار جان باخته است. منابع روز یکشنبه 13 عقرب به روزنامه 8 صبح تایید کردند که این زن به دستور عمر فاروق، فرمانده امنی طالبان در ولسوالی در قطع تخار، لد و کوب شده است. به گفته منابع، این زن گلبیبی نام داشت و همراه 3 زن دیگر در پی نزاع بر سر زمین از سوی طالبان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. منابع خاطر نشان می کنند که این زن پس از مقاومت در برابر غصب زمین هایشان از سوی این گروه مورد خشونت قرار گرفتند. از این میان گلبیبی 55 ساله از هوش می رود و پس از دو شبانه روز در شفاخانه ولایت قندوز جان می بازد. بر اساس اطلاعات منابع، پس از این رویداد شمار از باشندگان در قطع تخار که قصد اعتراض را داشتند توسط جنگجویان طالبان تهدید شدند. طالبان در این باره چیزی نگفتند.
یک عملیات پیچیده نیروهای جبهه مقاومت بالای قرارگاه طالبان در بغلان. جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود ادعا کرده که در پی حمله نیروهای جبهه بر قرارگاه طالبان در ولایت بغلان 3 جنگجوی این گروه را کشته و 2 تن دیگر را زخمی کرده است. جبهه مقاومت یک شنبه شب 13 عقرب در خبرنامه مدعی شده که این حمله را شب گذشته در ولسوالی نهرین بغلان انجام داده است. این جبهه افزوده که مقر هماهنگی استخبارات طالبان و یک پستی امنیتی این گروه را هدف قرار داده است. در خبرنامه این جبهه آمده که در این حمله به نیروهایش آسیب نرسیده است. طالبان در این باره چیزی نگفتند. جبهه مقاومت پیش از این نیز مسئولیت کشتن جنگجویان طالبان را در ولایت بغلان بر عهده گرفته بود. حملات جبهات ضد طالبان در روزهای اخیر افزایش یافته است. جنگ بر سر بچه بازی، 3 جنگجوی طالبان کشته و زخمی شدند. منابع محلی از ولسوالی پغمان کابل خبر می دهند که در پی درگیری میان جنگجویان گروه طالبان بر سر بچه بازی 2 طالب کشته شده و 1 طالب دیگر زخمی شده است. منابع می افزایند که این رویداد جمعه شب 11 عقرب در سایه چارایی دی ارباب رخ داده است. به نقل از منابع محلی، درگیری در پستی امنیتی گروه طالبان صورت می گیرد که عامل نزاع یک پسر نوجوان یا به تعبیر این گروه بچه بیریش بوده است. البته این بار اول نیست که رسوایی گروه طالبان از بام مفتد و زشتی و پلیدی این گروه بیشتر عیان می شود. در پیش از 3 سال گذشته بارها فلم های غیر اخلاقی این گروه در رسانه ها درس کرده است و شهروندان بهتر توانستن ماهیت خبیثانه این گروه را درک کنند. توقف فعالیت موترهای لینی نیمروز زاهدان ایران، رانندگان، طالبان مسئولیت پذیر نیستند. گزارش از خبرگزاری 8 صبح. شمار از رانندگان موترهای لینی نیمروز زاهدان ایران از توقف کارشان ابراز نگرانی میکنند. آنان میگویند که از یک هفته به این طرف فعالیت موترهای لینی در این مسیر به دلیل اقدام مقامهای ایرانی متوقف شده است. به گفته آنان، مقامهای ایرانی دلیل قانع کننده ای ارائه نکردند و طالبان نیز در این مورد اظهار بی خبری می کنند. پیش از 100 تن از رانندگان موترهای مسیر نیمروز زاهدان می گویند در حال که اندک از کار پرچالش خود عایده کسب می کردند، اما به دلیل ناگزیری و بیکاری مجبور به ادامه کار در این مسیر بودند. اما اکنون این زمینه نیز از آنها گرفته شده است. به گفته آنان، روند توقف کار تاکسی های نیمروز زاهدان آنها را در شرایط بد اقتصادی قرار خواهد داد. سپاس که تا این دم با ما بودید. کافیه چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید.